Oh 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 oh. الله الرحمن الرحیم به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف نهم سلام وقتتان بخیر انشاالله که حال همه شما عزیزان خوب باشه خب رسیدیم به 28 مین جلسه از مضمون بیولوژی سنف نهم و آخرین جلسه بشالا که درس های گذشته را خوب خوب یاد گرفته باشید خب عزیزان در جلسه گذشته ما و شما در رابطه با آلودگی هوا و مواد آلاینده صحبت کردیم و ای که این مواد آلاینده چه موادی هستند و چه تأثیری به زندگی ما و شما و زندگی حیوانات و نباتات داره در جلسه امروز ما در رابطه با آلودگی آب صحبت میکنیم هرچند که این آلودگی های آب در سنف هشت هم در فصل آخر خواندید. اما در کتاب شما بنا به اهمیت این موضوع که وجود داره و بسیار مورد ضرورت هست مجددا به او اشاره شده خب شاگردای خوب آلودگی آب ما چی زمانی میگیم که یک آب آلوده شده مطابق تعریف سازمان صحی جهان زمانی که در ترکیب خواص آب یعنی رنگ آب، بوی آب، مزه آب به طور مستقیم یا غیر مستقیم تغییر ایجاد شود که کیفیت آب را کاهش بده ما میگیم که این آب آلوده شده پس بنابراین مهم و ملاک تغییر خواص آب هست چی رنگ باشه بو باشه مزه باشه یا هر شیء دیگه باشه خب درست است که دو سوم سطح کره زمین آب پوشانده اما جالب بدانید که از همین دو سومی که سطح زمین آب گرفته تنها به اصطلاح سه درصدش یعنی سه فیصد از این دو سوم جز آبهای تازه هست. که از این سه فیصد باز دو فیصد فقط در یخچال های قطبی قرار داره یعنی بیشترین منبع ذخیره آبهای تازه در یخچال های قطبی هست و تنها یک فیصد آبهای تازه در رودها و دریاها و دریاچه ها جریان داره خب ای چی موضوعی را به ما و شما میگه با توجه به جلسه درس جلسه گذشته ما و شما که افزایش آلودگی های هوا خصوصا کاربون دایوکساید سبب بالا رفتن دمای کره زمین میشه و اونجا برای شما گفتیم که این گرما سبب آب شدن یخچال های قطبی میشه یعنی ما و شما در خطر از دست دادن بزرگترین منبع آب های تازه هستیم چون دمای کره زمین بالا رفته دیگه حالا این یخچال ها آب میشه زوب میشه بنابراین ما منابع ذخیره ای آب داریم از دست میدیم اما راه های آلودگی آب شما از سنف هشت به خاطر دارید که آبها به چه راه های آلوده میشن یکی زمانی هست که انسان مستقیما زباله ها و کسافت های خیشه به داخل آبها رها میکنه که ای سبب پایین آوردن کیفیت آب میشه و حیات موجودات آبزیره به خطر میندازه راه های دیگر آلودگی آب چی بود شاگردا اگر از سنف هشت یادتان است خب آفرین به شاگردایی که گفتن آبهایی که از زمین های زراعی می ما و شما نباید آبهای اضافی که از زمین های زراعی می را مستقیم به داخل آبهای روان و آبهای سطحی هدایت کنیم چرا؟ چون که در کشاورزی و زراعت از کودهای کیمیاوی یا از آفتکش ها استفاده میشه و زمانی که این آب ها از داخل این باغ ها و مزارع عبور میکنه این آفتکش ها و این مواد کیمیاوی را همراه خود میاره و اگر این به داخل آب های آزاد مانند اینجا جریان داشته باشه خب این کودای کیمیاوی سبب نابودی نباتاتی که در دریاها و آبها هستند سبب نابودی حیوانات آبزی میشم خب یک راه دیگه هم هست کی به یادش شاگردای خوب آفرین به او شاگردایی که گفتن آب یا پساب فابریکه های سنتی پساب و فاضلاب خانگی هست ما اینها را هم مستقیما به داخل آبها نباید هدایت کنیم بلکه اینا را به داخل چاهای یا یک مسیر جداگانه هدایت شود تا آنها هم تصفیه شوه و از راه صحیح خودشان مورد استفاده قرار بگیره امروزه کشورهایی که با بحران کمبود آب روبرو هستند در حال سازمان دادن یا تنظیم یا مکانیزم شیوه استفاده از آب میشه مثلا آبهای باران آب‌های باران دیگه با فاضل آبها یک جا نمیشه این آبها را به یک جای جداگانه هدایت میکنه آبهای بارانه، و آبهایی که از فاضلا خانگی برمیاد اونا را به یک مسیر دیگری هدایت میکنن خب همه این کارها یک کار علمی هست و برای این هست که با پدیده کمبود و بحران آب مبارزه شود خب شاگردای خوب در این اسلاید یک تصویر برای شما آوردیم که هرچند ناخوشایند است شاید پیش آمده باشه یک زمانی شما به یک میله رفته باشید یا گردیش رفته باشید و یک آبی را ببینید که تعدادی از این ماهی ها به سطح آب شناور مانده یا به اصطلاح ماهی ها مرده باشد این یک منظری یا یک شکل بسیار ناخوشایند برای ما و شما داره اما متاسفانه این هم یک حکایت کننده از یک اتفاق است بسیاری از کارخانه ها و فابریکه های صنعتی می و مواد اضافی مثلا نظیر تله های مصرف شده یا پساب کیمیاوی و سنتی خودشان به داخل آبها رها می کنند خب این مواد آلوده کننده مخصوصا اگر تل و نظیر ای سوخته باشه در سطح آب قرار می گیره مانند روغن ها این دیگه حل نمیشه که به زیر آب بره اینا روی سطح آبها را میپوشانه و مانع از رسیدن اکسیژن هوا میشه یعنی نمیگذاره که این اکسیژن هوا به داخل آبها نفوذ کنه حالا این موجودات زنده من جمله ماهی هایی که در قسمت های زیر و داخلی تر آب زندگی میکنه با کمبود اکسیژن روبرو میشه و بعد از یک مدت اینها متاسفانه میمیرن و ما اینها را به سطح آب میبینیم که آمده بالا و به وسیله جریان باد خدا به یک گوشه کناری رسیده یا به ساحل رسیده پس بنابراین موادی که یک ترکیب روغنی مانند داره نظیر تل یا نفت اینها به دلیل از این حل نمیشه در سطح آب میمونه حالا از این لحاظ شاید بگیم خوب است که حل نمیشه اما همی که در سطح هم میمونه خودش یک آسیبی بزرگه که مانع رسیدن اکسیژن میشه خب موضوع بعدی آلودگی خاک است. شما آلودگی خاک خود با خود خاک در سنف هشت آشنا شدید. اما در رابطه با آلودگی خاک هم صحبت می کنیم. ای که گیاهان در یک تا سه متر سطح پسته زمین قرار دارد. ریشه گیاهان. شما می دانید که کره زمین بهتر بود که ای درس شما در صنف ده می بود که همزمان کتاب جیولوژیش رو می و این بهتر میفهمیدیم کره زمین هم مانند یک حجره هست یعنی یک قسمت مرکزی به نام هسته داره و یک قسمت دیگه که در حجره ما سایت پلاز میگیم اونجی به نام گوشته خوانده میشه و یک قشای حجروی ما در کره زمین مانند یک پوسته خوانده میشه یعنی همون سه بخش که ما در دا حجرات داریم کره زمین هم همین سه بخش داره این پوسته زمین که گیاهان ریشه اونها در این بخش قرار داره در دا یک تا سه متر که این قسمت همو بخشی است که ما را به اصطلاح نرم و خاک میخوانیم چرا که اگر این قسمت یک تا سه متر سطح زمین از ما پوسته جدا بکنیم به قسمت سنگکره میرسیم یعنی یک جای سخت و محکم میرسیم خود همه قسمت سطحی زمین از متلاشی شدن کامل یا بخشی از سنگ های بخش سخت پوسته زمین به وجود می آید که حالا راه ها یا دلایل متلاشی شدن این سنگ ها را باز اشالا در کتاب جیولوژی می من جمله فرسایش ها هست گرما و سرما پی آ پی هست که اینها اتفاق می و سبب میشه سنگها سنگ ها در سنگ ها و سخرا اینها متلاشی شود و خاک را تشکیل بده خب اما آلودگی آب آلودگی آب در سال گذشته خواندید سه عامل وجود داره ببخشید آلودگی خاک سه عامل وجود داره که خاک ها را آلوده میکنه یک کودهای های کیمیاوی هست. این کودهای کیمیاوی ای به خاک تزریق میشه یکی دیگه دواها و حشره های آفات گیاهی که اینا به نبات داده میشه به روی نباتات یا بر روی مزارع کشاورزی و زراعی پاشیده میشه ولی کودهای کیمیاوی به خاک وارد میشه خب این آفتکش ها یا دواهای ضد آفاتی که بر روی مساله و محصولات کشاورزی پاشیده میشه چگونه خاک آلوده میکنه اینا با باران باران که میباره و این آفتکش ها را در خود حل میکنه و به خاک نفوذ میکنه و میتونه باعث آلودگی خاک شوه و او موجودات بسیار کوچکی که در خاک زندگی میکنه نظیر فنجی ها نظیر بکتری ها و حتی کرمهای های زمینی که در خاک هسته اونها آسیب ببینه و بمیرن و از بین برن و غیر از که ریشه نباتات هم آسیب میبینه خب اما با توجه به این منابع طبیعی با اهمیت با توجه به سرمایه هایی چون آب و خاک و هوا ما و شما یک مسئولیتی را داریم که حتما حتما باید به این مسئولیت خود ما توجه داشته باشیم و ما معلمین و استادا حتما این را به شما شاگردا گوش زد بکنیم و شما را تشویق کنیم که انشاءالله در راه داشتن یک محیط زندگی و محیط زیست سالم ما و شما قدم برداشته باشیم ای است که ما چی کار کنیم که آلودگی های محیط ما و شما کم شود خب راه های زیادی وجود داره و شما همین راه ها را در سال گذشته خواندید و حتما در سنفا بحث کردید که زباله ها یا کسافت ها باید جمع آوری اینها تفکیک شوه اونایی که مجددا قابل استفاده هسته نظیر چوب کاغذ و موادی مثل اینها جداگانه جمع آوری شوه و مواد و زباله ها و کسافت های پلاستیکی که تجدید ناپذیر هسته اینها رو ما باید جداگانه تفکیک کنیم اگر اینها جداگانه تفکیک نشود توسط خود این مردم اینها وقتی زباله ها توسط شاوروالی های محترم جمع آوری شد حتما اینها باید از یکدیگر دیگر تفکیک شود هر آنچه که قابل تجدید پذیره میشه اونها را استفاده کرد استفاده شود و آنچه را که استفاده نشود در شرایط مناسب اینها باید دفن شود در قسمت های عمیق زمین که آلودگی اینها وارد خاک و آبها نشود موضوع بعدی سیستم نلدوانی یا لولکشی آبها هست که آبهای باران و آبهای سطحی باید از فاضلابهای خانگی از پسابهای فابریکه ها جدا شود و یک نظارتی بر اینا وجود داشته باشه که اینها آبها را آلوده نکنند و ما شما سعی کنیم که سوختهای تجدید پذیر جایگزین سوختهای تجدید نپذیر کنیم یعنی تا جایی که میتونیم از انرژی باد، از انرژی آب و از انرژی آفتاب به جای استفاده از غالسنگ، گاز و تل ما اونا را استفاده کنیم و جایگزین بکنیم تا آلودگی ها را کاهش بدیم و زخایر معدنی ما و شما با کمبود یا با نابود شدن زخایر هم روبرون نشویم خصوصا قطع بیرویه جنگل ها و درختانی که امروزه در کشور ما و شما وجود داره باید توجه زیاد شود به این موضوع که واقعا بسیار حیف است که برای گرم کردن خانه ها ما درختان را قطع کنیم چرا که اکوسیستم ها را به طور ناخواسته تغییر میدیم و مراتع و جایگاه زندگی حیوانات و موجودات زنده را خب انشالله که شما شاگردای خوب به این موضوع توجه داشته باشید و فرد فرد ما و شما با عنوان یک افغانستانی وظیفه خودمان را نسبت به محیط زیست و محیط زندگیمان به خوبی انجام بدیم. خب شاگردای خوب رسیدیم به پایان درس امروز ما و به پایان کتاب بیولوژی سنفنهم. ان شاء الله که تانسته باشیم یک قدم بزرگ و یک قدم مفید را در راه گسترش علم و دانش در کشورمون برداشته باشیم و همه شما عزیزان انشاءالله الله برای تون آرزو میکنیم که به مدارج بالای علمی برسید. خب همه شما عزیزان به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار. خدایا رو نگهدار شما.